سلام خدمت شما عزیزان، من محسن مدنی هستم، گرافیست و مدرس نرم افزارهای طراحی و گرافیک. در خدمتتون خواهم بود با جلسه هشتم از آموزش نرم افزار کورل درا. تو جلسات قبل ما با یک سری از ابزارهای بیسیک آشنا شدیم، دستوراتی رو یاد گرفتیم مثل ولد، تریم، اینترسکت که کمک می‌کردن شکل‌ها و شیپ‌های مقدماتی و بیسیک رو با همدیگه ترکیب بکنیم و از اونها شکل‌های پیچیده‌تر بسازیم. تمرینی هم انجام دادیم که از روی یک سری کارهای از پیش آماده شده سعی کردیم رونویسی بکنیم، مشق بنویسیم و قصدم این بود که یاد بگیرید چجوری از روی کارهای دیگه تمریناتی رو برای خودتون تعریف بکنید. امروز درسمون رو از یک قسمت جامونده از دستور الان که جلسه قبل خدمتون گفته شد شروع میکنم و ادامه مبحثمون میره روی یک سری ابزارهای جدید که در حد معرفیه و کاربرد اونها رو باز قراره که توی چند تا کار عملی با همدیگه درک بکنیم. خب دوستان، اگر یادتون باشه من اومدم برای دستور الان توی اون تمرینی که علامت سیگار ممنوع رو با هم دیگه می ساختیم یه کاری کردم. گفتم که اگر ما دو تا آبجکت داشته باشیم و اونها رو با هم انتخاب بکنیم، این نوار مشخصات میاد که می‌خواستیم دستور الان رو روش کار بکنیم. دستور الان رو که میزدیم یک پنجره داکر سمت راست پنجرهتون باز میشد نمایشگرتون. قسمت الان رو با هم کار کردیم که این ستا در حقیقت وضعیت قرار گرفتن آبجکت ها نسبت به هم تو محور X رو تعریف میکردن و این ستا تو محور Y. گفتم که اگر بخوایم این دوتا آبجکت نسبت به هم سمت چپ، سمت راست یا وسط در وسط هم قرار بگیرن، دقیقا از همین کلیدهایی که شکلش رو کشیده استفاده میکنیم، سمت راست یا وسط در وسط. نکته مهم این بود که این قسمت الاین تو رو هم باید در خاطرمون میموند. قراره چه چیزهایی با هم دیگه الاین بشن؟ آبجکت های انتخاب شده یا آبجکت ها نسبت به لبه های پیجمون یا نسبت به مرکز پیجمون یا گرید هایی که امکان فعال شدنش رو از اینجا داشتیم اگه خاطر حضورتون باشه. امروز میخواییم برسیم به مبحث دیستریبیوت. دیستریبیوت ها چی کار میکنن؟ فرض بفهمید من توی یک پروژهی که دارم انجام میدم، مثلا با خطوط راهنما یک حد و حدودی رو تعریف کردیم توی صفحه کارمون و حالا من میخوام یک موضوعی یا آبجکتی رو، حالا مثلا یک دایره رو مثال میزنم، مثلا به تعداد مشخص، مثلا 1 2 3 4 5 6 یا مثلا این تعداد، میخوام به تعداد مشخص اینا توی یک راستا و خط و با فاصله های مساوی از هم قرار بگیرم. خب ممکنه بگید خب چرا من نیومدم از دستور داپلیکیت استفاده بکنم؟ مسئله اینجاست که من میخوام بین حد فاصله مشخص شده ای اینها با فواصل مساوی قرار بگیرم و من نمیدونستم مثلا باید اینا رو بیام چقدر کپی بکنم، یا اگر یا مثلا محاسبه این فاصله خب برای من ممکنه خیلی زمانبر باشه. قبل از اینکه این رو بگم، در مورد اینکه گفتم ممکنه زمانبر باشه، یه نکته ریزی رو باز بگم. از نظر شما حرفه‌ای کار کردن چیه؟ اینه که من بیام خیلی سخت، خیلی پیچیده به یک موضوعی برسم یا خیلی سریع و راحت به صورت میانبری به یک موضوعی که دلم میخواد برسم؟ ببین، من همیشه نظرم به دومیه. این مهم نیست که شما چقدر از این نرم افزارها رو بلدید، چقدر تبحر دارید روی هر کدوم اینها. وقتی حرفه‌ای کار میکنید که بتونید از همون تعداد ابزار یا دستوری که بلد هستید راحت و کاربردی کار بکشید، بتونید تو کوتاه‌ترین زمان ممکن به اون چیزی که میخواهید برسید. خب
من میام اسنپ هم رو فعال میکنم، اسنپ گایدلاین هم رو فعال میکنم، میخوام این دایره دقیقاً به این چسبیده باشه، این یکی هم به خط هم چسبیده باشه، اسنپ خاموش. تمام این دایره های ریز رو انتخاب میکنم و تو محور ایگرگ میخواهم همراستای هم قرار بگیرم. ممکنه که من آبجکت اولی که گذاشتم جاش درسته و میخواهم بقیه اونها نسبت به این همشون یا بالا بیان یا پایین بیان و در راستای این آبجکتی که الان انتخاب کردم قرار بگیره. برای این کار اول آبجکت های دیگه ای که میخوایی حرکت بکنه رو انتخاب میکنی، بعد کلید شیفت رو نگه میداری، آخرین کلیک رو روی آبجکتی که میخوایی ثابت وایسه انجام میدی. الان اگر من بگم اینا با هم دیگه همتراز بشن، وسط در وسط قرار بگیرن، این آخری که کلیک شده ثابت میمونه و بقیه حرکت میکنه. حالا بریم سراغ دستور دیستریبیوت. چیزی که تا اینجا گفتم یک ریویوی سریع و به قول معروف گذرا بود از دستوری که قبلا به شماها آموزش داده شده بود. دیستریبیوت اصلا کارش همینه که میاد فاصله بین آبجکت اول و آبجکت آخر رو محاسبه میکنه و بین آبجکت های وسط به صورت اتوماتیک تنظیم میکنه. به همین راحتی میتونید این کار رو انجام بدید. ممکنه بپرسید از من خب این با این چه فرقی داره؟ این با این چه فرقی داره؟ اینا اصلا چه توفیری دارن؟ اینا هیچ فرقی با هم ندارن، فقط بحثشون سایز آبجکت هاست که ممکنه بعضی از اینها مثلا کوچکتر یا بزرگتر باشه و من بخوام فاصله های بینشون یکی باشه یا سمت راستاشون همتراز اندازه باشن یا سمت چپاشون. منتها چون اینا اندازه هاشون سایز آبجکت ها برابر بود، دیگه من گفتم همشون از وسط به وسط همدیگه تعریف بشه که این فاصله تقسیم بشه بینشون. ببین خیلی راحت و مختصر دیستریبیوت هم گفتم. یه نکته ریز دیگه هم اینجا هست. الاین و دیستریبیوت دو تا دستوری هستن که توی فتوشاپ، ایلاستریتور، این دیزاین و هر نرم افزار طراحی گرافیک دیگه هم همین کار رو میکنن و هیچ فرقی نداره. فقط ممکنه محل قرار گرفتن دستور فرق بکنه. بسیار خوب. بیاین از این دستور خارج بشیم، بریم سراغ درس جدید دیگه ای که امروز قراره بهتون بگم. ما با آبجکت های بیسی که مستطیل و بیزی آشنا شدیم، بریم امروز با پولیگان هم آشنا بشیم. ابزار پولیگان ابزاریه که به محض کلیک و درک کردن یک چند ضلعی رو برای من و شما رسم میکنه. تمام نکات رسامی که بهتون گفته شده سر مستطیل و بیزی در این هم صدق میکنه. یعنی اگه کنترل رو بگیرید متقارن رسم میکنه، شیفت رو بگیری از مرکز رسم میکنه. توی نوار مشخصاتش تا کلیدهای میرور هیچ فرقی نداره، مشترکه. ضخامت خط دور و استایل خط دورش مشترکه. تنها بخش اختصاصیش اینجاست. میگه شما میخوای چند زلی داشته باشی، حداقل 3 زل تا حد اکثر هر چند تا که دلت میخواد میتونی تعریف بکنی. خب روی چنزل ای من یک درس دیگه هم دارم بگم، ولی الان میخوام اینو بذارم تو پرانتز، بریم ابزار بعدی رو اول درس بدیم خدمتون. ابزار بعدی استار برای تو یک ستاره رسم میکنه. ستاره ای که باز هم توی بخش اختصاصی نوار مشخصات شما میتونی تعداد پرهای ستاره رو تعریف بکنی، میزان تیزی پرهای ستاره رو تعریف بکنی. یا اینکه میتونی استایل و تیپ ستاره رو تعریف بکنی که من اینو برای اینکه بهتر درکش بکنید از وقتی که میخوام چند زلی رو درس بدم دقیقا یه اشارهی دوباره به این میکنم که قشنگ حسش بکنید و تفاوت دو نوع ستاره استار و کامپلکس استار رو عملی درک بکنید. یعنی دستی میسازمش که قشنگ حسش بکنید. خب بریم سراغ ابزار بعدی.
اسپیرال یک مارپیچ برای من و شما رسم میکنه. این مارپیچ دو حالت داره، میتونه به صورت فنری باشه یا یک مارپیچ ساده. این مارپیچ یا اسپیرالی که من رسم کردم یک خط آزاد حساب میشه. شاید اینجا اولین باریه که شما با مفهوم و لفظ آبجکت های باز در نرم افزار کورل برخورد خواهید کرد. ببینید، ما تمام آبجکت هایی رو که تا الان ساختیم مثل مستطیل و دایره و اینا آبجکت های بسته بودند. نرم افزار کورل به طور پیشفرض فقط آبجکت های بسته رو میتونه داخلش رو رنگ کنه یا اصطلاحاً فیل کنه. اوکی؟ ولی آبجکتی که بازه هیچ چهارچوبی رو نداره. بس بنابراین اگه هر چقدرم کلیک چپ بکنم روی رنگی که میخوام، داخلی نداره که پرشه. ولی این یک خط آزاده و من میتونم این خط رو هر رنگی که دلم میخواد انجام بدم. میتونم ضخامتش هر چقدر که دلم میخواد تغییر بدم. و هر دستور و درسی رو که در مورد خطوط دور قراره بهتون گفته بشه روی مارپیچ هم صدق میکنه. فعلا برای اینکه بیشتر از این مطالبمون یک قاطی نشه که ممکن بشه شما رو گیجتون بکنه، در مورد آبجکت های بسته و باز الان حرف نمیزنم تا یک تمرین عملی که با هم انجام خواهیم داد. فقط میخوام الان اینا تو گوشتون باشه، لفظاش تو گوشتون باشه، حسش بکنید تا یک اینا رو بهتره که توی یک پروژه عملی، یه مدلی که با هم رسم میکنیم، قشنگ ببینیدش. یه امکان دیگه هم اینجا داریم به نام Common Shape ها. ببینید اینا یک سری شیپ ها و شکل های از پیش آماده هستن. اهمیتی که اینا دارن اینه که به تو اجازه میدن یک سری شکل هایی رو به صورت پیشفرض رسم بکنی. اینجا اولین تقاطع ما با ابزار شیپ تول خواهد بود. شیپ تول یکی از مهمترین ابزارهای رسام در نرم افزار کورل. شما به قدری که با این ابزار شاید کار بکنید با ابزار دیگه‌ای کار نخواهید کرد. حالا کارش چیه؟ کارش حرکت گره هاست. اینجا میگم اولین باره که میخواییم باش کار بکنیم، فقط میخوام آشنا بشید. میخوام تخصصی اونو بهتون درس بدم شیپ تول. ببینید آبجکت هایی که توی کامون شیپ ها میکشیم یک گره مشخص شده به رنگ قرمز بهتون نشون میده. شما فقط با ابزار شیپ تول میتونید این گره رو بگیرید و حالا اندازه و شکل یا استایل اون آبجکت پیشفرض رو تو جهات از پیش تعریف شده، یعنی این نیستش که هر جوری دلتون بخواد بتونین تغییرش بدید، تو جهات از پیش تعریف شده میتونید برای خودتون فرم بدید و به اون شکلی که میخواهید برسید. حالا دیگه شکل‌های مختلفش رو لطف میکنید، خودتون تست میکنید، چک میکنید و ازش لذت میبرید. میبینید مثلا ایموجی میخواییم طراحی کنیم یا حالا حسن هر چیز دیگه ای، یا مثلا انوار اروها یا فلش هایی که اینجا وجود داره. میبینید مثلا این، ببینید با این قرمز قسمت مستطیلش رو کوچیک بزرگ میکنی، با این آبی گردن فلش رو میتونی کوچیک و بزرگ کنی و با این زرده عرض فلش رو. حالا مثلا فرض بفرمایید، باز دارم مثال میگم، قراره یک نموداری درست بکنیم، مثلا یه فلوچارتی درست بکنیم یا حالا هر چیز دیگه ای. آقا مثلا قسمت ورودی یا نمیدونم اطلاعات، بعد از اینجا مثلا فلان، از اونجا مثلا یه اینفوگرافی میخوام درست بکنم. اینا کاملا کاربردیه و به دردتون میخوره و سرعت شما رو بالا میبره برای یه همچین چیزی. حالا فرض کنم اگه مستطیل بکشم، یه مستطیل، یه مثلث، بعد همه رو با هم ولد بکنم، خب اینجا در اختیارت گذاشته دیگه، به همین راحتی
ازش استفاده کن، سرعت تو ببر بالا. و دیگه شکلهای مختلف دیگه، مثلا فرض بکنید دارید یه آگهی یا بنری درست میکنید، آقا تخفیف ویژه، مثلا شروع نمیدونم حراج، مثلا فرض بفرمایید یه تیپ های بنری اینجوری که زیر بعضی از آرم ها یا لوگو ها ازش استفاده میکنن، به راحتی اینا رو بیسیکش اینجا در اختیارت میذاره و میتونی ازش استفاده بکنی دوست من. خب در ادامه این دسته از ابزارها، ابزاری داریم به نام ایمپکت تول. ببینید ایمپکت تول بیشتر به درد ساخت بک‌گراند میخوره، بک‌گراند هایی که من نیاز دارم مثلا یه حاشیه‌ای داشته باشه یا یه شکلی داشته باشه. تو دو حالت میتونم ازش استفاده کنم، یا در حالت ردیال یا پارالل. ردیال یعنی که اینو به صورت گرد برام رسمش کنه، میبینید میتونه به صورت گرد یه سری خطوطی که هم مرکز هستن رو دایره‌ای براتون رسم بکنه. استایلش رو میتونید اینجا تغییر بدید، به قول معروف حالت تراکم. ببینیم مثلا ضخامت داره این مدلی که اینجا داره، این ضخامت به مرکز نزدیک بشه یا به اول خطش نزدیک بشه، اینجا میتونید مدیریت بکنید. دیگه عرض به حضورتون که میتونید درجه هایی که بین اینا قرار داره رو مدیریت بکنید، از همدیگه بازتر بشن یا تراکمشون بیشتر بشه، یا به قول معروف دیگه میتونید مثلا زاویه هایی که قرار میگیرن و اینا، دیگه چیزایی که هر کدومشون رو یه بار انجام بدید یه مقداری باهاشون کار بکنید کاملا، چون به صورت ریل تغییراتش رو میبینید متوجه خواهید شد و دیگه نیازی نیست بخوایم یه خود سخت و پیچیده بکنیم آموزشمون رو. ترجیح من اینه که زمان اصلیمون روی اجرای پروژه های عملیمون باشه. البته این ابزار ایمپکت مدل پارالل هم داره، این که میتونه به صورت یک سری خطوط صاف براتون این رسم رو انجام بده. حالا دیگه توی بک‌گراند سازی های مختلف، توی هاشور زدن هایی که شاید نیاز داشته باشید برای یک پروژه، این عصای دستتون میشه و به راحتی میتونید ازش کار بکشید و استفاده مناسب رو ببرید. و گراف پیپر، ببینید گراف پیپر هم خیلی جالبه. ما توی نرم افزار کورل امکان رسم جدول رو به صورت اختصاصی خواهیم داشت. منتهی مرتب ما اصلا در مورد منوی تیبل به صورت مبسوط با هم حرف میزنیم، هیچ جای بحثی نیست. ولی گراف پیپر اومده یک سری حالت جدول های از پیش تعریف شده ساده رو برای من رسم میکنه که یه سری امکان میده. میگه شما میخواید چند در چند باشه توی نوار مشخصاتش، مثلا میگم میخوام یک جدول 4x4 برام رسم بکنی. این رسمی که انجام میشه اگه کنترل رو بگیرید متقارن رسم میشه. ببینید شیفت و کنترل تو همه ابزارها همون کاری رو میکنه که توی مستطیل و بیزی خدمتون عرض کردم. ممکنه بگید خب حالا این جدولی که رسم شده آیا امکان ویرایش داره؟ به راحتی هر اصلا راحت تر از اون چیزی که فکرشو بکنید. نگاه کنید فقط کافیه که گروپش بکنید، اتفاقی که میفته میبینید که اینا شدن مربعهایی که خودشون به هم دیگه چسبیدن. جالب ترین بخشش اینه که هر کدوم هم که انتخاب بکنید نوار مشخصات مربع و چهار ضلعی رو در اختیارتون میذاره و به راحتی میتونید هر کاری که دلتون میخواد رو روشون انجام بدید. خب نکته دیگه ای که توی اینجا هست که دیگه ضخامت و استایلش هم میتونید تعریف بکنید. ما اومدیم خیلی سریع این ابزارها رو گفتیم بهتون به خاطر اینکه میخواییم بپردازیم به یک سری نکته مهمتر که حالا مثلا اینا چه امکانات و
خاصیت های دیگه ای دارم که به من و شما ارائه میدم. ببینید، ما توی ابزار چند ضلعی که داشتیم درس میدادیم عرض کردیم که دوباره برمیگردیم روش، و توی ابزارهای کامان شیپ ها گفتم که اولین برخورد رو با ابزار شیپ تول داریم. اینجا میخوایم شیپ تول رو بیاریم و ترکیب بکنیم با ابزارهای دیگه. من یه مستطیل رسم میکنم، یک بیزی و یک چند ضلعی. حالا این چند ضلعی میتونه 3 ضلع باشه یا بیشتر، اون دیگه به انتخاب شماست. حالا مثلا 6 ضلع. ببینید، ابزار شیپ تول یک وظیفه بزرگ به عهده داره. وظیفه‌اش اینه که میاد گره‌ها یا نودهای یک آبجکت رو برای من و شما مدیریت میکنه. این مبحث رو دارم استارتش رو میزنم تو گوشتون باشه، اهمیتش رو درک بکنید که جلسه دیگه ما صرفاً از ابزار شیپ تول میخوایم کارمون رو شروع بکنیم. ولی همینقدر بدونید، شیپ تول به طور پیش‌فرض روی ابزارها وظیفه‌اش اینه که میاد به صورت دستی گره‌ها رو مدیریت میکنه. این که من بخواهم این کورنرهای این چهار ضلعی گرد بشه صرفاً به این معنی نیست که حتما از اینجا این کار رو انجام بدم. میتونم با شیپ تول به صورت چشمی یا دستی این کار رو انجام بدم. یا توی بیزی و دایره میتونم مقدار اون باز شدگی حالت پای یا آرک رو دستی هم تعریف بکنم و گره مورد نظرم رو به صورت دستی تغییر پوزیشن بدم. ولی این شیپ تول روی چند ضلعی ها یه مدل دیگه کار میکنه. ببینید، توی چهار ضلعی و دایره و بیزی از پیش تعریف شده کدوم ور حرکت کنه، دقیقا مثل همون کامان شیپ هست. ولی توی چند ضلعی قصه فرق میکنه. گره هایی که میبینید هم توی رأس کورنر ها گره داریم، هم توی وسط اضلاع. هر گره رو که من با ابزار شیپ تول تکون بدم، گره های متقارن اون، یعنی اگه این وسطیه رو حرکت بدم، تمام گره ها یا نود های وسط، گره رأس رو اگه حرکت بدم، تمام گره هایی که تو رؤوس دیگه قرار دارن باهاش همون حرکتی رو انجام میدن که من توی گره اول انجام میدم، و به تو اجازه میدن که فرم های یا شکل های متقارنی رو بهش دسترسی داشته باشی. خب الان من میخوام ببینم روی این دقیقا چند ضلعی که اینجا دارم میسازم، اگه میام جوری این گره ها رو حرکت بدم که اصلا اینا برسن به یکی دیگه، اصلا فرمشون تغییر بکنه، میبینید که میرسید به یک نوع ستاره‌ای که به قول معروف تو خالی اصطلاحاً ما به این نوع ستاره ها میگیم کامپلکس استار. ولی ستاره هایی که میبینی اینا که تو خالیان کامپلکس استارن، ولی ستاره هایی که اینجوری ساخته میشدن که اصلا خود ابزارش رو هم داریم بهش همون استار ساده گفته میشه. من تا اینجا بحث مهم شیپ تول رو صلاح نمیبینم بیشتر ادامه بدم، بخاطر اینکه زمان ندارم و باید این آموزش این بخش رو تمام بکنم. جلسه دیگه ما به صورت رسمی و خیلی ریز و حرفه‌ای ابزار شیپ تول رو با هم دیگه استارت میزنیم، کار میکنیم و به یک سری اتفاقات خیلی قشنگ قراره برسیم. تا اینجا چیزایی که گفتم رو تمرین بفرمایید. جلسه دیگه در خدمتون خواهم بود با درسی جدیدتر و جذابتر از نرم افزار کورل درا. به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار. تهیه شده در گروه تلویزیونی جم. جم آکادمی تقدیم می کند کمپینی جدید برای بهتر دیده شدن.
اگر توانایی تولید برنامه‌های آموزشی را دارید، همچنین در این زمینه سابقه دارید و نیاز به دیده شدن برنامه‌ها از یک شبکه تلویزیونی دارید، با ما از طریق شماره‌های زیر در ارتباط باشید.